Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. با کانال افغان کوکینگ آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز براتان یک خجور نظر به فرمایش خواهرای نازنین ما در نظر گرفتیم. امیدوار هستم خوشتون بیاد تا آخر ما را همراهی کنین. همچنان لست ویدئویی که جلبی و کلچه و هر نوع شیرنی باب است براتان گذاشتیم ببینین، بیافین ویدئوی مورد نظرتان و برید انشالله پخته کنین. و ای هم انستاگرام آشپزی ماست که انشالله ما را در انستاگرام بیافین و صفحه ما را لایک کنین و با ما همکار باشین انشالله. و ای هم لست است که براتان از خجور مواد لازمه را گذاشتیم. حالا از نزدیک میبینیم چی بر ما کار است. دو گلاس آرد بر ما کار است، نیم گلاس یکم بیشتر بوره، نیم گلاس روغن بگیرین، روغن کم میشه و دو دانه، سی دانه تخم مرغ ببخشین و هم دو دانه تخم مرغ و یک چای خوری خمیر مایه و نیم قاشق یا یک قاشق بیکینگ پودر و یک چهار قاشق یا پنج قاشق شیر. البته شیر و خمیر مایه و پودر کیک یک جای تر می کنیم، یک دقیقه می گذاریم، بعد از یک دقیقه تخم مرغ و شکر اضافه می کنیم، بعد از یک خمیرش خود باز کرد البته به هم می زنیم، مدت عمقه که گرد بخوره زیاد نمی زنیم، روغن اضافه می کنیم. البته من پس آن یک کم روغن دگام اضافه می کنم که روغن شکم بود بسیار. یاد داشت بگیرین که نیم گلاس شما اضافه کنین. الچای اضافه کردیم، آرده اضافه میکنیم و یک خمیره که از خمیر بولونی کده کمک سختتر درست میکنیم، بین خمیر سختیش بین خمیر بولونی و آشک همطور یک خمیرک باشه بخاطر که نقشه به خود بگیره. اگه نرم باشه باز نقش در روی شک نمیشه و داخلش پاش نمیه. انداز سختیش هم میبینین. خمیره که ما رو 15 دقیقه گذاشتیم، یک گد دادیم بعد از 15 دقیقه، باز مدت 15 دقیقه گذاشتیم و این بار دومش است که شما میبینین. و این هم قالبک های ماست که میخواییم که برتان نشان بدیم از هر کدامش که نقش زیباتر برآمد امور ما چی میکنیم استفاده میکنیم. این مولی تراش سلات است که البته از این سلات اکثرا میکشم، بسیار زیبا در این نقش می یا آینی است کاردک است و از قسمت پایینش که هست یا بسیار خوبش نقش چار کنجه می آیم، یعنی هر چیزی که در خانه داشته باشه این جالی یا مثلا جالی سیمی پلاستیکی مولی تراش هر نوک موجود است در خانه استفاده کنین ازش میشه. حتی از شانه نوک بخرین که استفاده شده نباشه، در پولی جوش بتین مدت یک دقیقه استفادهش کنین، در از شانه هم بسیار خوبش میه. و فعلا از مولی تراش که خانه الوییش هست کشیدیم، از ایام بسیار خوبش میه. و حالا از جلیگک داشتیم، از ایامی کشیم، از ایام بسیار خوبش میه. مهم ایست که هرچی که سلیقه شماست و هرچی که در خانه شما نازنین هست امور استفاده کنین، یعنی حتمی نیست که یک جلی بگیرین، حتما در خانه هم افغان های نازنین مچلاصاف یا جلی یک چیز است انشالله که استفاده کنین. و این جلیگک است که من اکثرا در این چپس پخته می کنم، در دیک از این بسیار خوبش می آید واقعا نقشهش درشت من تو یکم کلانتر می آید، باز از خانه ملتراش یکم خورتر می آید نقشش. در روغن فکرتان باشه که داغ سرخ نمی کنیم، خام سوز میشه. این از ما چون یک کمک بسیار کم داغ شده بود پرتی اولم کمک تیز شد، یعنی کم خام سوز و بعد از او بسیار پخش ماندم. خمیره کار امرای کارد برش میزنیم بخطر که ساده برش هم بعد از او کلول میکنیم شد زغالگه کجور میکنیم، همیشه زغاله میکنیم. بسیار یک یعنی سخت نیست، بسیار ساده است، میتونین همیشه تنها دایید برات نیم شه میتونین براتون خجور است آماده بسازین درست بکنین. و فعلا قسمی که میبینین براتون براتون شان میتونم از جلیگک بسیار ساده، یعنی نقش خوبش بدست میه. شما جلیگک تنم روی برس یک چرب کنین باز
بسیار زود جدا میشه خجور از جلی. اگر چرب کنین زود جدا میشه. هر قالب که دارین یک چربک کنین امروی برس. حالا من امروی دست چرب میکنم برتان نشان میتم. اما امروی دست نکنین به خاطر که دستان روغنی میباشه باز خجور نمیچسبه داخلش باز میشه، یعنی زود کرده. باید دستان خشک باشه وقتی که داخلش بسته میکنین. این یک تجربی است که همراهتان شریک ساختم که شما ایر مد نظر بگیرین انشاءالله. از دیگه کام بسیار خوبش می خورد ترک است، اما خوب نام تو جدا جدا می آید نقشه کش. از همه قالبک هایی که داشت ای آخریش است که ای به حساب قاشق دانی است که بسیار خوب از همه کده، ای بسیار خوبش بود در یا بسیار راحت و زیبا و مقبول و درشت نقش می آید. دیگه ما همه چیزی که داشتم امتحان کردم، تقریبا نقشایشان یکی به دیگه شباهت زیاد داره، اما مهم نیست که چه قسم نقش باشه، مقصد یک جولی هم که باشه درست است. بسیار زیاد ساده و آسان پخته میشه، انشالله که تجربه کنین. کسایی که خواستن یاد نداره، نازنینای ما اکثرا همگی یاد دارن ماشاءالله. و فعلا در روغن کم سرخ میکنیم، البته یک لیتر روغن گذاشتیم نکمه که داغ شد بسیار کم دیگه، یعنی شیر گرم باشه بهتر است که خجورک ها داخلش به مروت پخته شود. دیگه در گاز پخش حالا مادرش قید نکردیم، امکان داره 2-3 دقیقه یا 4 دقیقه سرخش میکنیم. بعد از ای که سرخ کردیم در رویش پودر شکر اضافه میکنیم و همچنان پسته خسته هرچی که دوست دارین اضافه کنین. من ناریال سبز اضافه کردم، با ناریال بسیار خوشمزه میه و میتونین که در رویش هیچ پودر بوره اضافه نکنین، امی شکره یک کم بیشتر بگیرین در داخلش اضافه کنین، از نیم گلاس کم بیشتر بگیرین. خب این بر زیباییش خوب است که در رویش ما شما پودر شکر اضافه میکنیم. دیگه در خجور اصلی پودر شکر نیست، این نواوری است. بازم هرچی که از بسیار زیاد یک نواوری خوب زیباست به خاطر که همین شکل و دیزاینش بسیار زیبا میسازه از خجور. دیگه با وجود که دستم زخمی شد باز در ویدیوی بعدی یا بخیر اگه شد برتان نشان میتم. دستم دم اکسر بسیار سخت زدم، 1 سانتی بیشتر دستم پاره شد و از 4 طرف خراب شد، دیگه زخمی شد دستم بسته است. با وجود از دیگه پام برای چون فرمایش خواهرک نازنین ما بود منتظر بود و همچنان اید در پیش روی است، فرمایشات نازنین های خود در نظر گرفته، ویدیو در این ماه براتون بسیار زیاد ثبت کردم گذاشتم تا که شب انشالله که استفاده کنین و تانسته باشم که مصدر خدمت بر شما عزیزان شد، یعنی مصدر خدمت قرار گرفته باشم بر شما عزیزان. و خدا کنه که این خجور خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمده لایک سابسکرایب فراموش نکنین، با دوستای نازنین تان شیر بسازین تقسیم کنین امرایشان و همچنان منتظر پیشنهادات سلامتان هستم، منتظر نظریات نیکتان هستم که با نظریات نیک خوب شما من بتونم برنامه بهتر و خوبتر براتون ترتیب بدم درست کنم انشاءالله. و نمیفهم در آخرها چرا بیننده ها یعنی دیدن ویدیوهایم کم شده. سابق بسیار زیاد بود ویدیو که میموندم 1000 نفر 800 نفر حتما یا 700 نفر در مدت 1 روز 2 روز میدید، در چند وقت آخر بسیار کم شده. اگه علتش میفهمین برای من بین میسین تا ما بفهمم چی کار کنم. از شما نازنین های همکارای دائمی ما و از عزیزای ما که نو با ما پیوستن تشکری فراوان میکنم که همیشه خواهرتان حمایت میکنین. در امان الله مهربان باشین تا ویدیوی بعدی. خداوند حافظ و نگهدار فرد فرد شما باشه.